سلام و وقت بخیر. به خبر شش از طلوع و طلوع نیوز خوش آمدید. امروز یک شنبه 24 دلو سال 1400 هجری خورشیدی است. سرخط ادامه مخالفت ها با تخصیص دارای افغانستان به قربانیان حمله های 11 سپتامبر از سوی امریکا. تمام پول افغانستان برگردانن به مردم. این پول برازی نیست که مصرف شد. ادعای ادامه فشار بر چهار بانوی معترض پس از رهایی آنان از بند. در این مورد از ما ریشهش ما در پی بررسیش هستیم. ایجاد واحد نیروهای ویژه در وزارت امور داخله از سوی امارت اسلامی. مونږ به د اسلامي ارزښتونو د بقا او د قرآن د حاکمیت لپاره تر قیامته په خپلو وینو قرباني ورکوو. ما نیروهای خاص امارت اسلامي با دقت و سرعت کار میکنیم تا دشمن را از پا در بیاوریم. تعهد حکومت برای فراهمسازی برق کافی به پارکهای صنعتی و گفتگوی بایدن و پوتین همزمان با ادامه بحران در اوکراین. من بهرام امان میزبان شما هستم. حامد کرزی از رئیس جمهور ایالات متحده میخواهد تا تصمیمش را درباره پرداخت دارایی مردم افغانستان به قربانیان حمله های 11 سپتامبر بازنگری نماید. رئیس جمهور پیشین در یک نشست خبری در کابل تاکید می‌ورزد که ذخایر ارزی افغانستان در بانک‌های جهانی، پول حکومت ها نه، بل سرمایه ملی است و باید به این کشور برگردانده شود. آقای کرزی گفته که اسامه بن لادن رهبر پیشین شبکه القاعده از پاکستان به افغانستان آمده بود، به آن کشور برگشت و در آنجا کشته شد، اما حالا مردم افغانستان بهای نقش او را در حمله های 11 سپتامبر میپردازند. شیرشاه رسولی. امضای فرمان اجرایی پرداخت 3.3 میلیارد دلار پول افغانستان به قربانیان حمله های 11 سپتامبر با واکنش تند حامد کرزی نیز روبرو شده است. رئیس جمهور پیشین در نخستین نشست خبریش پس از سقوط نظام جمهوری در کشور میگوید که جو بایدن تصمیمش را در این باره باید بازنگری نماید. تصمیم خود برعکس بود. تمام پول افغانستان برگردانن به مردم افغانستان. این پول برای ازی نیست که مصرف شد. آقای کرزی می افزاید که مردم افغانستان خود قربانی هراس افغانی است و به علت نقش شبکه القاعده در حمله های 11 سپتامبر نباید مجازات شوند. از سوی دیگر رئیس جمهور پیشین میگوید که هرگاه قدرت از راه مسالمت آمیز انتقال می یافت، مردم گواه اوضاع کنونی نمی بودند. اگر انتقال قدرت از طریق اگلوی جرگه و پروسه سل صورت می گرفت، امروز پول ما بستر می شد، گم نمی شد. وی به حالت که امروز دچار هستیم و مردم از کشور فرار می کنند نمی رسیم. ولی این موضوع بسیار وسیع است که به ما خیش انشاءالله در این مورد صحبت می کنیم. او تأکید می‌ورزد که حالا زمان آن رسید تا برای تأمین صلح همیشگی در کشور زمینه سازی شود. بزودترین فرصت تمثیل ارادی ملی مردم افغانستان شد. یک نشست شاه بین مردم افغانستان. جرگه دایر شد. در او خط مش و راه مردم افغانستان به طرف آینده، آینده بهتر تعیین شد. ایالات متحده شش ماه پیش در واکنش به قدرت رسیدن دوباره امارت اسلامی میلیاردها دلار دارایی افغانستان را در بانک های آن کشور مصادره کرد. اما جو بایدن بر روز جمعه فرمان اجرایی را امضا کرد که بر بنیاد آن 3.5 میلیارد دلار این پول به قربانیان حمله های 11 سپتامبر پرداخت شود. نزدیکان چهار بانوی معترض رهایی آنان را از بند تایید می کنند، اما از آنچه که زیر فشار قرار گرفتن خودشان می گویند شکایت دارند. امارت اسلامی در پاسخ به این ادعا می گوید بررسی ها برای حقیقت یابی این موضوع تا کنون نهایی نشده. در همین حال سازمان ملل متحد رهایی بانوان بازداشت شده در افغانستان را دلگرم کننده می داند و تاکید می ورزد که رفاه و امنیت زنان از اهمیت ویژه برخوردار است. مدینه مروت. پروانه ابراهیم خیل، تمنا زریا پریانی، زهرا محمدی و مرسل چهار تنه که در جریان نزدیک به چهار هفته گذشته به گونه جداگانه در کابل بازداشت شده بودند سرانجام آزاد شدند.
اما برخی از نزدیکان و همرزمان این چهار بانوی معترض میگویند که رها شدگان به علت قرار گرفتن زیر فشار حاضر نیستند جزئیات بازداشتشان را رسانه ای نمایند. ما از حکومت امارت اسلامی خواهان هستیم از چنین بازی هایشان دست بردارن، بگذارن زنان تحصیل بکنن و کار بکنن، فعالیت های آزادانه نداشته باشن. رهایی این بانوان پس از خواستهای مکرر داخلی و جهانی با استقبال سازمان ملل متحد روبرو شده است. زنان افغان پیشینه درازی در مبارزه برای حقوق خود دارند و در بسیاری حالتها با موانع باور نکردنی رویارویی می کنند. مسئولیت دفاع از حقوق زنان نمی تواند تنها بر دوش زنان افغان باشد. این مسئولیت جهانی همه ماست. در این مورد اصلا ما قضایا را ما پیگیری می کنیم که موضوع اصلا از چی قرار بود. در این مورد از ما ریشهش ما در پی بررسیش هستیم. از سوی دیگر شمار از زنان ادعا دارند که شب گذشته مدینه دروازی و مرجان دو بانوی دیگر معترض نیز از سوی نیروهای امنیتی در پایتخت بازداشت و به جای نامعلوم برده شدند. مدینه دروازی و مرجان و مدینه دروازی با دو طفلش بازداشت شده. بسیار قابل نگرانی است برای ما و نمیدانیم که تا چی مدت اونا خواهد در بند امارت باقی ماندن. در این مورد هیچ نوع معلوماتی تا هنوز نامده و ما راپور را به دست نگرده ایم و چیزهایی که در این مورد پخش میشه ما در این مورد او را تایید نمیتانم. تلو نیوز در رابطه با وضاحت این موضوع به ارگان‌های امنیتی نیز مراجعه کرده اما تا اکنون هیچ گونه تایید یا تردید دریافت نکرده است. همسر انجینر محمد خان معاون ریاست اجرایی در دوره حکومت وحدت ملی در نتیجه زخم‌های ناشی از اصابت چند مرمی بر بدنش درگذشت. در حمله افراد مسلح ناشناس بر خانه انجینر محمد خان پسر و برادرزاده او نیز کشته شده بودند، اما خانمش در وضعیت وخیم صحی به شفاخانه انتقال گردیده بود. از سوی دیگر اعضای یک خانواده در کابل ادعا دارند که روز گذشته مردان مسلح که خود را نیروهای امنیتی معرفی کردند وارد خانه آنان شده و علاوه بر لت و کوب خانم صاحب خانه پول و اموال آنها را به سرقت بردند. همسر انجینر محمد خان از مقام‌های نظام پیشین پس از آن که دو شب پیش در خانه‌اش زخمی شد در شفاخانه جان داد. اعضای خانواده محمد خان می‌گویند که مردان مسلح پس از وارد شدن به خانه‌شان در منطقه کارتی پروان پسر و برادرزاده او را به گلوله بستند و همسر و یک عضو دیگر این خانواده را زخمی کردند. امنیت مسئله بسیار جدی و مهم است. وقتی که وضعیت از این قرار باشه مردم ناچار میشه که وطن ترک بکنه. اما فرماندهی امنیه کابل میگوید که بررسی های نخستینشان نشان میدهند این رویداد برخواسته از اختلاف های خانوادگی بوده است، در حالی که خانواده انجینر محمد خان آن را نمیپذیرد. معاملینش دستگیر میشه و در این مورد هیچ کسی با که مجرم باشد در کشور ما جای محفوظ مسئول ندارد. در بخش حوزه چهارم شهر کابل به خانه کسی دیگری آمدیم که ادعا دارد گروهی از مردان مسلح به نام نیروهای امنیتی وارد خانه اش شدند و پس از لت و کوب و زخمی کردن همسرش حدود 1 میلیون افغانی پول را با خود بردند. زمانی که من فریاد زدم و سر صدا کردم و گفتم شما حق ندارین که بالاخره بدون دلیل وارد خانه می شوین و بررسی کنین، با میلی تفنگچه به سر ما کوبیدن. همسر مینا سعید استاد یکی از دانشگاه‌های خصوصی است. کامبخش نیکویی میگوید که با هیچ کس خصومت و دشمنی ندارند. خواست من در واقع این هست که امارات اسلامی باید مسئولیت پذیر باشد در قبال تمام شهروندان افغانستان. در هفته های پسین از چندین رویداد حمله مسلحانه بر خانه ها و نیز دزدی و آدمربایی در کابل گزارش شده است، اما نهادهای امنیتی گراف جرایم جنایی را در کابل در پایین ترین سطح نسبت به هر زمان دیگر می دانند. اما در سوی دیگر یک واحد نیروهای ویژه مجهز با جنگ افزارهای سبک و سنگین در چارچوب وزارت امور داخله ایجاد شده است. وزارت امور داخله گفته که 200 تن در چارچوب این واحد نظامی پس از فراگیری آموزش‌های نظامی بسیج شدند. قرار است شمار این نیروها افزایش یابد و برای مهار حمله‌های پیچیده در هر جایی که نیاز باشد فرستاده خواهند شد. در همین حال انس حقانی عضو بلندپای حکومت سرپرست میگوید نیروهای امنیتی نباید مردم را آزار و اذیت نمایند.
در ادامه ایجاد نیروهای تازه در کشور، این بار نخستین دور فارغان واحد نیروهای ویژه وزارت امور داخله سندهای فراغت به دست آوردند. این نیروها که شمار آنان به 200 تن می رسد، با فراگیری آموزش‌های نظامی و فنی برای دفع و مهار حمله‌های پیچیده آماده شده‌اند. ما نیروهای خاص امارت اسلامی با دقت و سرعت کار میکنیم تا دشمن را از پادر بیاوریم و برای حفاظت از نظام اسلامی آماده قربان نمودن جانهای خود هستیم. این نیروها با جنگ افزارهای سبک و سنگین مجهزند و قرار است شمار آنان افزایش یابد. افغانستان غیور ملت اغی تا دی مبارکی، تاسو تا دی مبارکی چه مونگ دا خپل قطعات و خواندان شو، فکری قطعات و خواندان شو، دا خپل اردو خواندان شو، دا خپل پولیس خواندان شو. از سوی دیگر انس حقانی، یکی از اعضای بلندپایه امارت اسلامی، میگوید که نیروهای امارت اسلامی نباید دست به آزار و اذیت شهروندان کشور بزنند. تاسو دی ولس دی ساتن و دی خوشحالی دی پار روزل شوی، تاسو دی ولس دی زورولن دی پار نه روزل شوی. دا نکته باید پام که وسطه چه تاسو باید ولس دی خوخی و امن و رو بخی، تاسو خو ولس که ویر و خوف و طرح پر نکری. پس از همپاشی نیروهای در حدود 350 هزار نفری نظام جمهوری، حکومت تازه تلاش‌ها را برای جایگزینی نیروهای امنیتی آغاز کرده است. ایجاد یک ارتش 150 هزار نفری نیز بخش از این تلاش‌ها است. بزرگان اقوام در پکتیکا گفتند که در 20 سال گذشته 5 ولسوالی این ولایت هیچ فارغ صنف 12 مکتب نداده. آنان می افزایند که دانش آموزان این ولسوالی ها به علت مشکلات اقتصادی مکتب هایشان را ناتمام رها می کنند و به دنبال کار می شوند. نابسامانی های فراوان از جمله فقر و بیکاری سبب شده است تا کودکان و جوانان 5 ولسوالی پکتیکا از ادامه آموزش باز مانند. دانش آموزان این ولسوالی ها می گویند که به علت فقر و ناداری مکتب ها را ناتمام رها کرده و به کار کردن روی آورده اند. بل مسئله که کوم مکتب جوړ شوی نه دی، نه تر اوسه پورې داسې زمینه ورته برابره شوې ده. ځوانان مو چې دي نورو هیوادو ته مسافري کوي، یا چې په درسو پسې راځي، یا پکتیکا ولایت یا کابل ته، نورو ولسوالیو کې ولایتونو کې درسونه وایي. زموږ په ډېره خوشامند کې هیڅ مکتب نشته. په تېر حکومت کې کنو اوس باید موږ ته جوړ سي. بزرگان اقوام ولسوالی های خوشامند، ورممی، تروی، نکه و برمل پکتیکا می گویند که در 20 سال گذشته کسی از صنف 12 مکتب در این ولسوالی ها فارغ نشده است. ما در پکتیکا ولایت پلار سیم ولسوالی ها که هیچ نوه دولستم تیل سیم پاریغی نلارو. ما در امارت مشاران و سخده گفته نده سی ما در خوانزی او نوی ودانه جوری که از سوی دیگر، ریاست معارف پکتیکا چالش ها در نظام آموزشی این ولایت را میپذیرد. نوست موجوده دیموز اراده ده سی انشالا سی کم و ساهوت علمی بهیر ندرسی داره او آقا پر شر دول بندی و فاساسی دول بندی طول و لسونه تا آقا خپل حق ورسیس. پیش از سقوط حکومت پیشین، آمارها نشان دادند که 10 میلیون تن در سراسر کشور مکتب می روند. اما شمار کودکان محروم از آموزش و پرورش نیز بیش از 3.5 میلیون تن تخمین زده می شد. مطابق با آماری که به مناسبت روز جهانی رادیو همگانی شدند، نشرات ده ها رادیو در 6 ماه گذشته در افغانستان متوقف شدند. نهادهای مدافع ژورنالیستان و رسانه های آزاد در افغانستان در کنار فشارهای سیاسی مشکلات مالی را علت اصلی مزدود شدن بیشتر این رادیوها می دانند. وحیده حسن جزئیات می دهد. با وجود افزایش فزاینده در شمار وسایل ارتباط گروهی در جهان، رادیو هنوز هم بزرگترین وسیله رسانیدن اطلاعات به مردم، به ویژه به باشندگان بخش‌های دوردست شناخته می شود. که در رادیوگان بعضی در چک ننیسی، بیا به موگه یو نپر برون دروالای و چه تگوره چه چک نوی چه موگه در رادیو دلتا و نیسو. موگ دیر واره بو، بیا چه وروام کتل در مشرام ورتناس و در خبر نیار بدل. نو دا خبرو باندې موږ داسې ښه پوهېدلوم نه، خو بیا هم دا خلک چې ورته ناست و موږ هم ډېر هغه ورته سودا هم شو ورته، خو بیا کله کله به چې دلته ډېر واړه وو چې داسې موقع برته مې راو شوله. نه په دسروایې کې مو وکتل موږ چې په دغو رادیو کې خلک ناست دي. به برنامه فرصت خوش آمدین شما رادیو زن. اما تحولات سیاسی پس از نظام جمهوری فعالیت رادیوها را نیز در کنار رسانه های همگانی دیگر در کشور به شدت متاثر ساخته است.
رادیو جهان یکی از رادیوهایی است که 6 ماه پیش از نشرات باز ماند. رادیو تلویزیون جهان به خاطر مشکلات اقتصادی نشراتش متوقف شده است. 15 کارمند داشتیم که 5 آقا و 10 خانم بود. فعلا به 3 نفر رسیده. ما 2 رسانه دیگه که در ولایت بدخشان ما کندوز داشتیم فعلا نشرات نداریم، خاموش است و با مشکلات زیاد اقتصادی و مشکلات زیادی دسترسی به اطلاعات داریم. آمارها نشان می‌دهند که پس از سقوط نظام جمهوری در افغانستان، بیش از 300 رسانه همگانی به شمول 86 رادیو در کشور از فعالیت باز مانده‌اند. یافته‌های ما نشان می‌دهد که اگر جامعه جهانی در قسمت حمایت مالی از رسانه‌ها اقدام نکنه، متأسفانه تا 6 ماه دیگه ما شاهد بسته شدن بیشتر از این رادیوها می‌باشیم که این فاجعه رسانه‌ای را در افغانستان بار میاره. برای نخستین بار در زمان شاه امان الله در سال 1926 یک دستگاه فرستنده رادیویی در شهر کابل آغاز به کار کرد. این دستگاه که به نام رادیو کابل یاد میشد، تنها فعالیتش در پایتخت محدود بود. ادامه خبر 6. حکومت تعهد کرده که برق مورد نیاز پارک‌های صنعتی را تامین خواهد کرد. معاون نخست ریاست وزرا در نشست کمیسیون اقتصادی به شرکت برشنا هدایت داده تا به کارخانه‌داران بر بنیاد نیازشان انرژی برق توزیع کند. آمنه حکیمی جزئیات می‌دهد. ملا عبدالغنی برادر معاون نخست رئیس الوزراء در نشست دوره‌ای کمیسیون اقتصادی کابینه به شرکت برشنا دستور داده است تا به مشکل کمبود انرژی برق در پارک‌های صنعتی رسیدگی نماید. مسئولین در تلاش هستند که در تمام عرصه‌ها چه در فابریکاها باشه و در جاهای دیگری که برق زیاد نیاز باشه و همچنان مردم عام ما که به برق نیاز دارند در تلاش هستند که راه‌های مناسبی برای جستجو شود که با همگی برق کافی برسه. در همین حال برخی از کارخانه‌داران در پایتخت می‌گویند که به علت کمبود انرژی برق کاروبار آنان با رکود روبرو شده است. برق فعالیت‌های ما را از 100% تقریبا 90% متوقف ساخته. ما 10% فقط بالای جنراتور کار میکنیم که جنراتور ما از واسش نمی‌رویم. تقریبا 1.5 ماه میشه که برق‌های موقت است، برق‌ها نیست. برق قطع شده و کارخانه تعطیل است، کارگران رخصت است، کل گرفت طرف خانه خود، مشکلات بند است. در این میان اتاق صنایع و معادن کابل میگوید که مشکل پرچوی های بی پیشینه در پارک های صنعتی پایتخت کارخانه های زیادی را از کار انداخته است. در فابریکات صنعتی همی ماشینری که اول فعال میشه حدودا 200-300 گرمایش از اون نیاز است. پیش از این نیز برق پارک های صنعتی برای بیش از 2 روز قطع شده بود و روند تولید 10 کارخانه متوقف گردید. پارک های صنعتی کابل دارای 1100 کارخانه تولیدی است. اتاق تجارت و سرمایه گذاری گفته که از میان نزدیک به 10 میلیارد دلار پول منجمد شده افغانستان در بانک‌های خارجی 2 میلیارد آن مربوط به بخش خصوصی است. سرپرست این اتاق تاکید می‌ورزد که ذخایر ارزی افغانستان پشتیوانه پولی کشور است و این دارایی نباید در امور دیگر هزینه شود. همزمان بانک مرکزی تصمیم رئیس جمهور آمریکا را برای تخصیص 3.3 میلیارد دلار پول این بانک به قربانیان حمله‌های 11 سپتامبر پذیرفتنی نمی‌داند. از بهای ارزها هم بدانید. یک دلار امریکایی 93 افغانی و 50 پول، یک یورو 105 افغانی و 30 پول، یک درهم امارات 25 افغانی، 1000 کلدار هندی 1100 افغانی، 1000 تومان ایرانی 3 افغانی و 90 پول و 1000 کلدار پاکستانی 515 افغانی. با این ترتیب رسیدیم به پایان خبر 6. تا درود دیگر، بدرود.